فاصله تا یک توافق صلح برای افغانستان کم مانده، توافقی که روزهای پیش رو از متن آن رونمایی خواهد کرد. آمریکا تنها با گروه طالبان توافقنامه امضا نمی کند، بل با حکومت افغانستان هم یک توافقنامه تازه را امضا خواهد کرد. توافقنامه هایی که حکومت می گوید متن آن را در اختیار دارد. اما در توافقنامه آمریکا با حکومت افغانستان چی آمده است؟ تأکید روی که دولت افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان یک دولت مستقل و نماینده حکومت و مردم افغانستان از توافقنامه‌ای که ایالات متحده آمریکا با طالبان امضا می‌کنه مطلع است و این توافقنامه در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت گرفت. منابع آگاه از متن توافقنامه صلح آمریکا با طالبان میگویند که خروج کامل نظامیان خارجی از افغانستان، لغو تمامی قراردادهای آمریکا با دولت افغانستان، آزادی 35,000 زندانی طالب و از بین رفتن تمامی پایگاه‌های نظامی نیروهای خارجی در افغانستان از درشت‌ترین خطهای این توافقنامه اند. ما هنوز هم نیاز داریم تا بخشی از نیروهای خارجی در افغانستان باقی بمانند. مسئله ماموریت آموزش نیروهای امنیتی افغانستان است، مسئله حمایت نیروهای بین‌المللی از نیروهای امنیتی افغانستان است. آنچه که در این قرارداد آمده موضوع خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان است، او شامل نیروهای جنگی، استخباراتی، قراردادی ها و مشاورین و همچنان ترینرهای نظامی میشه که هیچ کدام از اینا در افغانستان باقی نخواهند. با گفته منابع آگاه قرار است توافقنامه صلح بین آمریکا و گروه طالبان در ماه آگوست امضا شود و واشنگتن هم پذیرفته که طالبان زیر نام امارت اسلامی در پای توافقنامه امضا کنند. اوس دا پته دیتا ده چې روسیا او چین او د سیمې ځینې هیوادونه آماده سي او د غوی پښتون کې لاسلیک سي. حکومت افغانستان و منابع نزدیک به طالبان هر دو میپذیرند که مذاکرات میان افغان‌ها پس از امضای توافقنامه‌های جداگانه آمریکا با طالبان و حکومت افغانستان آغاز خواهد شد. مذاکراتی که به گفته حکومت روی توافق سیاسی و آتش بس خواهد چرخید. اما به گفته منابع نزدیک به طالبان در نخست نوعیت آینده نظام سیاسی و شکلگیری کمیسیون تصویب قانون اساسی و پس از آن آتش بس محور مذاکره خواهد بود.